رضایت گروه تاس کارکرد زلمه خلیلزاد به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان. آنان میگویند در زمان ماموریت خلیلزاد پیشرفت‌های خوبی داشتیم. بنام یاد خدا، سلام بر شما مخاطبان عزیز بنده و شنونده سنشال افغانستان هستید. امروز تاریخ 20 اکتبر و برابر با 28 میزان سال 1400 هجری شمسی است. دیروز زلمه خلیلزاد نماینده ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان رسما از وظیفه‌اش کنار زده شد. به قول برکنار شده است و به قول استعفا کرده است. وزارت خارجه آمریکا اما از کارکردهای زلمه خلیلزاد تشکر و قدردانی کرده است. در هر صورتش او دیگر در این سمت نمی باشد، اما آنچه تعجب همگان را برانگیخته است رضایت گروه تاس کارکرد آقای زلمه خلیلزاد است. روزنامه 8 صبح از قول مقامهای گروه تا گزارش کرده است که اعضای این گروه در مورد کارکردهای خلیلزاد نظر مثبت دارد. به قول این روزنامه آنان میگویند که در زمان ریاست زلمه خلیلزاد بر هیئت مذاکره کننده آمریکا در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و جو بایدن پیشرفت‌های این گروه داشتند. روزنامه 8 صبح در گزارش تحت عنوان خلیلزاد پس از استعفا جنگ افغانستان برای آمریکا پایان یافت، اما این فصل آخر نیست، در قسمت آخر این گزارش این موضوع را ذکر کرده است. شخص زلمه خلیلزاد نیز در رشته توییت اعلام کرد که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدند و جنگ برای ایالات متحده آمریکا پایان یافته است، اما به قول وی این فصل آخر نیست. او نوشته است که امروز من از سمتم به حیث نماینده ویژه برای مصالحه افغانستان کنار می روم. این یک افتخار بوده که مجدداً در خدمت مردم آمریکا باشم. به گفته زلمه خلیلزاد، افغانستانی ها به شمول اقتصاد و امنیت آزمون های بزرگی در پیش رو دارد. نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان همچنان گفته است که من به امکان صلح و رفاه در افغانستان و به سطح گسترده در منطقه متحد ماندم. این چیزی است که افغانستانی ها بیش از 40 سال آرمانیان را داشتند. ایالات متحده در کنار آنها می باشد. زلمه خلیلزاد متهم به تصمیم‌های اشتباه و قومی در افغانستان است. حتی مسئولان نظامی آمریکا نیز اعتراف کردند که امضای توافقنامه با گروه تا در دوحه قطر یکی از عوامل به قدرت رسیدن این گروه می باشد. کنگره آمریکا نیز در پی سقوط حکومت افغانستان خواهان بررسی کارنامه و تصمیمات وی شدند. اکنون خلیلزاد نزد مردم آمریکا و افغانستان به عنوان یک خائن شناخته می شود و انتقادهای گسترده را در شبکه‌های اجتماعی نسبت به وی شاهد هستیم. در پی این فشارها بود که بالاخره زلمه خلیلزاد گفته می شود استعفا کردند، ولی برخی کارشناسان معتقد هستند که زلمه خلیلزاد مجبور به استعفا شده است.